سلام، سری میزنیم به کازابلانکا، یکی از معروفترین و محبوبترین عاشقانه های تاریخ سینما که هنوز بعد از 80 سال به راحتی میتونه حس های بیننده رو قلقلک بده. با یکی از معروفترین مثلث‌های عشقی تاریخ سینما میریم به مراکش سال 1941 در بحبوحه جنگ جهانی دوم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببرین و خوشحال میشم اگر با سابسکرایب، لایک و کامنت سفر رو دنبال بکنین و از من حمایت کنین. حالا که جهان درگیر جنگ جهانی سوم، یه جورایی بدون اینکه کسی دربارش حرف بزنه، بد نیست سری به فیلمی بزنیم که حال و هوای عشق و جنگ رو با هم داره. کازابلانکا پیش از ورود ایالات متحده به جنگ جهانی دوم و پیوستنش به جبهه متفقین ساخته شده، اون هم در حالی که هنوز معلوم نبود کدوم جبهه پیروز نهایی این نبرد خواهد بود. اتفاقا پیشرفت نازی‌ها در اروپا و شمال آفریقا چشمگیر بوده و حکومت دست نشونده ویشی کنترل فرانسه و مستعمراتش رو به دست داشته. این یکی از طعنه‌هایی که مدام در فیلم هم به گوش میرسه. فرانسه اشغال نشده. به شما خوش آمد میگید. متشکرم سرمان، از اومدن به اینجا خیلی خوشحالم. پس الجزایر هم به عنوان یکی از مستعمرات فرانسه تابع سیاسی نازی هاست. ماجرا در همون ابتدا با قتل دو مأمور آلمانی داغ میشه. سرگرد استراسر برای سرکشی به امور به کازابلانکا میاد و به جای خواهد رفت که همه میرن، کاباره ریک. اما این دلیل واقعی حضورش نیست. یکی از مبارزان اهل چکسلواکی که به نوعی رهبری جریان مقاومت رو بر عهده داره، پس از بارها گریختن از چنگ نازی‌ها خودش رو به مراکش رسونده و قرار از طریق اوراق خروج کازابلانکا رو به مقصد لیسبون ترک کنه تا از اونجا سوار بر کشتی راهی آمریکا بشه. از همون ابتدا درباره زنی صحبت میشه که همراه ویکتور لازلوه، اینگرید برگمان، وارد میشه تا تمام قواعد کاباره ریک رو به هم بزنه. قاعده اول، ریک با هیچ کدوم از مشتریای کاباره مشروب نمیخوره. و قاعده دوم، ریک هیچ وقت میز مشتری ها رو حساب نمی کنه. این دو قاعده ریک در یک شب شکسته میشه تا توجه فرمانده پلیس رو به شدت به خودش جلب بکنه. داستان عاشقانه که بین ریک و السا در جریانه در لایه هایی از نگفتن پوشیده شده. اونها در ماجرای عاشقانه ناتامشون در پاریس گذشته و آینده رو ناگفته و ناکام رها کردن و ریک خودش رو قربانی اصلی ماجرا میدونه. آیا داستان السا مجاب کننده است؟ شاید، اما همونجا که احتمالاً ریک باید مجاب شه و از نقش مرد شکسته بیرون بخزه، السا بازی رو عوض میکنه و با ابراز عشق او رو بار دیگه سوی خودش میکشه. در این مثلث عشقی لازلو کم رنگه، ما او رو زیاد نمی‌بینیم و باهاش مواجه نمیشیم و داستانش رو بیشتر از زبون این و اون میشنویم. میدونیم قهرمانی که خاری تو چشم نازی هاست و در به در دنبالشن که بگیرنش، اما مهمترین عمل قهرمانانه که از او میبینیم در دوئل مارش هاست، جایی که گروه کر رو مجاب میکنه در مقابل نازی ها که سرود خودشون رو گذاشتن سرود مارسیز رو بنوازه. البته اونجا هم ریک نقش خودش رو ایفا میکنه، اونم با یک اشاره سر. عوض ویکتور لازلو، اون پلیس فرانسوی مراکشی فاسد لوی رنو نقشش به شدت پررنگ و جا افتاده است. فیلم در استدیوی برادران وارنر هزاران کیلومتر دورتر از مراکش ساخته شده و اصلا قرار نبود چیزی بیش از یک فیلم معمولی با لیستی از بازیگران شاخص باشه. کازابلانکا به طور کامل در راستای تبلیغات جنگ متفقین ساخته میشد. بنابراین پروسه تولید و حتی اکران اون با عجله و هیجان پیش رفت. تو این ویدیو بیشتر از نسخه رنگی شده کازابلانکا استفاده کردم، اما اگر اولین برخورد شما با کازابلانکا است، نسخه سیاه‌سفید رو توصیه میکنم. و
برتری نسخه سیاه‌سفید به خاطر نورپردازی اکسپرسیونیستی فیلمه که سعی کرده تعلیق و ترس رو در بیشتر صحنه‌های فیلم به شما القا بکنه. از سوی دیگه استفاده از فیلترهای گازی در فیلم برداری اینگرید برگمان رو معصومتر و زیباتر جلوه میده. این هم یکی از عناصر گم شده این نسخه رنگیه. فیلم نامه اقتباسی از نمایش اجرا نشده همه به ریک می آیند و تعدد کاراکترهای فرعی نمایش نامه و پیرنگهای مربوط به هر یک از اونها به غنای داستان افزوده. همفری بوگارد در نقش یک آمریکایی بدبین و خشن با قلبی شکسته است که با کرنش در مقابل خواسته های پلیس ترجیح میده زندگی بی درد سری رو در کابارش سر کنه. اما گذشته او که یکی دوبار در فیلم بهش به طور مستقیم اشاره میشه ردی از مبارزه و حق طلبی رو در روحیاتش به نمایش میذاره. در کنار این روحیه حق طلبی فرمانده پلیس بارها بهش گوش زد میکنه که او مردی احساساتی و عاشق پیشه است، چیزی که دست آخر هم بهش اثبات میشه. بریم بازیگر فیلم رو یه مروری بکنیم. همفری بوگارت انتخاب اصلی و قطعی کمپانی برای نقش ریک بود، اگرچه بعدها شایعاتی در خصوص احتمال بازی رونالد ریگان در این نقش به گوش میرسید و گفته میشد صحبت‌های با او شده بوده، اما میدونیم که رئیس جمهور آتی آمریکا در اون زمان در لیست رزرو سربازان برای اعزام به اروپا قرار داشته و نمیتونسته این نقش رو بازی بکنه. این در حالیه که خود همفری بوگارت چندان تمایلی به ایفای نقش‌های عاشقانه نداشته و ترجیح می‌داد در همون رول‌های عصبانی و خشن همیشگی بر پرده نقره‌ای ظاهر شه. اما گزینه‌های روی میز برای نقش ایلسا متنوع بودند. آن شریدان، هودا لامار، لوئیز لانیر و میشل مورگان. جالبه که اینگرید برگمان برای پروژه دیگه‌ای با دیوید سلزنیک قرارداد داشت، اما در نهایت والیس تهیه کننده فیلم اولیویا دی هالند رو با او تاق زد تا قرعه شانس به نام او بیفته و به این ترتیب برگمان سوئدی با ایفای نقش ایلسا پله های ترقی رو چند تا یکی کرد. راجر ایبرت درباره نقش آفرینی او در کازابلانکا اینطور میگه: برگمان با چشمانش انگار صورت بوگارت رو نقاشی میکنه، او در این نقش درخشانه. پل هنرید اتریشی هم تمایلی به ایفای نقش لازلو نداشت، اما با بالا بردن قرارداد پای کار اومد. جالب این که رابطه خوبی هم با دیگر بازیگران و به ویژه همفری بوگارد نداشت و او رو بازیگر متوسطی میدونست. تکبر او به حدی بود که اینگرید برگمان او رو پریما دونا نامید، یعنی فردی که درباره استعداد و اهمیت خودش غلو میکنه. کلود رینز در نقش اون رئیس پلیس فاسد فرانسوی مراکشی زیادی قانع کننده است و نقش خودش رو به خوبی ایفا میکنه، جوری که او رو تا کاندیداتوری اسکار هم پیش میبره. او بخش زیادی از داستان فیلم رو پیش میبره و در تمام لحظات حضورش موثره. کنراد رید که نقش سرگرد هانریش استراسر رو بازی میکنه یه آلمانی پناهنده است که در فیلم های متعددی نقش های مشابهی رو بازی کرده. او و زن یهودیش از ترس نازی ها آلمان رو ترک کرده بودن و حالا همه جا باید لباس نازی ها رو به تن می کرد. بسیاری از بازیگران فرعی فیلم از شماره پناهندگان یا تبعید شدگان اروپایی هستند که چه در نقش های فرعی یا چه در سیاه لشکر فیلم مورد استفاده قرار گرفتند. یکی از جلوه های این حضور در اون سکانس دوئل سرودها خودش رو نشون میده، جایی که بسیاری از بازیگران در حال گریان و صحنه بسیار تاثیرگذاری رو از خودشون به جا گذاشتن. چه چیزهایی درباره فیلم هستش که ممکنه ندونید؟ اول از آخر شروع بکنیم. اون هواپیمایی که در صحنه پایانی در مه و دود فرو رفته یه ماکت مقواییه. اون مه و احتمال بارش 50% که برج مراقبت اعلام میکنه همه برای سرپوش گذاشتن بر ماکت مقوایی بوده. چه کسی قرار بود سواره اون هواپیما بشه و این مثلث عشقی قرار بود چگونه شکسته بشه؟
این چیزی نبود که از اول مشخص باشه. نوشتن فیلمنامه به طور روزانه پیش می‌رفتش و اینگرید برگمان مستاصل مونده بود که باید بیشتر به سمت کدوم یکی از این دو مرد قش بکنه. در نهایت هم مایکل کورتیز کارگردان با زرنگی بهش گفتش که یه جور سوسو بازی کن که هر دو طرفو داشته باشی تا ببینیم چی میشه. چاک راست بعداً فیلمنامه کازابلانکا رو دوباره تایپ کرد و برای 217 آژانس فیلمسازی فرستاد و فقط 3 کمپانی حاضر شدن اون رو بسازن. برگمان بعدها از آن کردش که 5 سانت قدش از همفری بوگارد بلندتر بوده و برای همین در فیلم برداری زیر پای همفری بوگارد بلوک میذاشتن یا موقعی که مینشسته زیرش کوسن میذاشتن تا تقریبا هم قد هم به نظر بیان. قرار بوده در سکانس پایانی ریکو رنو سربازان آزاد فرانسه رو در حمله متفقین به شمال آفریقا سوار بر کشتی همراهی بکنن، اما به علت اینکه کلود رینز در پروژه دیگه فعال بود امکان فیلمبرداری این صحنه وجود نداشت و صحنه پایانی به همون قدم زدن اونها در امتداد باند فرودگاه تغییر پیدا کرد. از بین خطوط دیالوگ این فیلم 6 تاش در بین 100 تای برتر تاریخ سینما است. بریم هم یه مروری بکنیم دیالوگ ها رو و هم نگاهی بندازیم به اون سکانس ها. یکی از تک جمله هایی که خیلی بهش ارجاع داده میشه تک جمله برگمان به سمه. یه بار بزن سم به یاد قدیم. Played one Sam for all time's sake. I don't know what you mean, Mrs. البته این جمله بعدها به اشتباه دوباره بزنسم یا دوباره بنوازسم رواج پیدا کرد. اونم تحت تاثیر یکی از فیلم‌های وودی آلن. I don't think I can remember. If she can stand it, I can. Play it. کاباره بسته شده، ریک و سم با هم خلوت کردن و ریک فرصت داره درباره ظهور مجدد السا با او کمی صحبت بکنه. اینجاست که اون جمله معروف رو میگه: بین گندمزارهای این همه شهر در جهان چرا باید به گندمزار من سر میزد؟ Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. اینجا به تو نگاه میکنم بچه. What did you do and what did you think, huh? We said no questions. Is looking at you, kid. Is looking at you, kid. این جمله غیرعاطفی معمولی و ساده بارها بارها به عنوان یکی از عاشقانه ترین تک جمله های تاریخ سینما تکرار شده. And if I ask you a few questions, unofficially of course. Make it official if you like. ملیت شما چیه؟ سرگرد استراسر ریک رو گوشه رینگ برد و داره با سوالاتی از گذشته او رو میخکوب میکنه که ریک خیلی رندانه پاسخ او رو میده. من یه مستم. What is your nationality? I'm a drunkard. سه نفر انسان کوچک در مقابل دنیا. در پایان فیلم در صحنه قهرمانانه ریک با یک چرخش سعی داره السا رو قانع بکنه که تصمیمی که گرفته کاملا درسته. در اونجا مشکلات خودشون سه نفر رو به تپه‌ای از لوبیا در برابر جهانی بزرگ تشبیه میکنه، جهانی که به جنون مبتلا شده. Where I'm going you can't follow. What I've got to do you can't be any part of. Take much to see that the problems of three little people don't amount to a hill of beans in this crazy world. مظنون همیشگی رو جمع کنید. گفته میشه عنوان فیلم مظنونین همیشگی از همین تک جمله گرفته شده. Round up the usual suspects. جمله که فرمانده پلیس فرانسوی خطاب به سربازاش میگه و یادآور بقیه اقدامات فاسد او در اول فیلم، اما این بار در یک مسیر درست احتماله. او با این کار سعی میکنه برای خودش و ریک زمان بخره تا بتونن برای آینده قدم‌های محکمی بردارن. و در نهایت جمله به نظر من این شروع یک دوستی زیباست. السا و ویکتور سوار بر هواپیما در حال دور شدن هستند و در خلاف جهت اونها ریک و رنو امتداد باند فرودگاه رو قدم میزنند. I think this is the beginning of a beautiful friendship. این خط پایانی آغازی بر یک پایانه و انگار قراره قصه تازه‌ای در ذهن مخاطب ساخته و پرداخته بشه و سرنوشت‌های اونا رو جور دیگه‌ای در ذهن خودش بسازه. اغلب نقدها درباره فیلم مثبته، اگرچه نیویورکر اون رو فیلمی فقط بسیار قابل تحمل ارزیابی کرده که در اون سوی اقیانوس آرام چندان قابل قبول نیست، اما در عوض نیویورک تایمز اون رو ترکیبی از احساس، شوخ طبعی، ملودرام فشرده و فتنه نمیدونه.
با تمام نقدهای مثبت و منفی، کازابلانکا قطعاً یکی از مهمترین فیلم‌های تاریخ سینماست که نه طرفدار که عشاق فراوانی داره. این ماجرای عاشقانه با همه کاستی ها داستانی که به نسبت زمانه خودش مدرنه از دهن نمی‌افته و در هر دورانی قابل درک و پذیرشه. به هر حال فیلم کم هزینه‌ای که قرار بود به کمک کمپین تبلیغاتی متفقین بیاد و آمریکایی‌ها رو برای حضور در جنگ و همراهی با ریک مشتاق کنه، در اسکار هم با 8 نامزدی و 3 جایزه از جمله بهترین فیلم درخشید و سالیان سال الگوی بسیاری از فیلم‌های پس از خودش بود. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. از وقتی که به من دادین متشکرم و باز ممنون میشم اگر با سابسکرایب، لایک و کامنت صفحه رو حمایت بکنین.